با افزایش ناامنی ها و نبرد های مسلحانه در ولایت فاریاب بیش از 13 هزار خانواده از بخش های این ولایت آواره شدند. رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب میگوید که این خانواده ها در رومه های شهر میمن مسکن گزین شدند. شماری از خانواده های آواره جنگ فاریاب میگویند که دار و ندارشان را در جنگ از دست دادند و حالا در وضعیت بد اقتصادی زندگی می کنند. آنان هشدار می دهند که به وضعیت این خانواده ها از سوی نهادهای امداد رسان رسیدگی صورت نگیرد فاجعه انسانی رخ خواهد داد. یعنی مهاجر شدیم، جنگ است، به خاطر که طالبان آمده به ما یه چیز یک جان خود کشیدیم، مال چیزای ما را کشته نتونستیم. فعلا ما به داخل شهر آمدیم، تجمع آوردیم، فعلا هم به داخل شهر هم جنگ است. دولت کمک داده، امروز در خانه شواد پرده ما میشه در به در خاک به سر هستیم. که در ولسوالی ما طالبان دا بود، به خاطر جنگ ما دولت میمنه آمدیم، دولت فاریاب آمدیم، به خاطر که جنگ بود در اونجا. در حالی که نگرانی ها از وضعیت زندگی آوارگان جنگ در فاریاب به میان آمده است، اما ریاست مبارزه با حوادث طبیعی از کمک های این اداره سخن می زند. سید مامون گهریک، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت فاریاب، می گوید که برای نزدیک به 600 خانواده آواره جنگ کمک مواد غذایی توزیع شده است. نتیجه سروی هیئت که از طرف کمیته اصرار ولایتی توزیع شده بود، ما تعداد 926 فامیل سرویش تکمیل شده. اینا خانواده‌ای بودند که در مقام ولایت عریضه آورده بودن، آرز شده بودن و اینا تثبیت شده. فقط بر تعداد 570 فامیل امروز ما توزیع داریم، شما شاهدش هستیم و کمک ها ادامه داره. انشالله تیم های سروی متشکل از مؤسسات محترم مدد رسان هم کارهایشون در جریان است. بیجا شدگان و آوارگان جنگ در فاریاب در حال افزایش پیدا میکند که در یک ماه اخیر 14 ولسوالی فاریاب به دست طالبان سقوط کرده است و همچنان نبردها در اومه های شهر میمنه میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد. فیروز غفوری، تلویزیون پیکان، فاریاب.